در واپسین دقایق سال 2020 از شبکه تپش با شما صحبت میکنم و میریم به انسینو کالیفرنیا، دیدار با دوست عزیز، هنرمند دوست داشتنی، سپیده خوب ما، خانم سپیده افشار. هلو سپیده جان. سلام علی جون، سلام به بیننده های خوب تلویزیون تپش، انشالله که حالتون خوبه. تو مطمئنم همینطوره، تا انشالله که حال تو خوب باشه. به من اول از همه سپیده جان دوست دارم یه توضیح به من بدی سال 2020 و تجربه هایی که توش داشتی. یعنی بدترین سال زندگی فکر کنم همه اون بود دیگه، اینجوری که تا الان پیش اومد، یعنی تا دیگه تموم شد سال درست. سالی بود که پر از فراز و نشیب بود، تجربه هایی که تا حالا هیچ کدوم واقعا تجربه نکرده بودیم، ولی این هم یه فرمشه دیگه، به قول معروف چیزی که نکشتت قوی ترت میکنه. انشالله همه قوی تر شدن این سال. خب خوبی های سال 2020 برای تو چی بود؟ خوبی سال 2020 برای من این بود که روی خودم بیشتر کار کردم، خب چون همش خونه بودیم، حتی با افراد فامیلم نمیتونستیم زیاد رفت آمد داشته باشیم یا صحبت کنیم، میبیش آن زوم، و بنابراین مجبور میشی که به درون خودت بپردازی و از اون نظر خیلی خوب بود. چه کارهای جدیدی کردی تو 2020؟ هیچ کار جدیدی نکردم اتفاقا. فکر کن کار کردن بوده برای من، یه ذره برگشت به گذشته و برگشت به شخصیت خودم و حال خودم و از نظر spiritually تو این برنامه تقریبا زیاد بودم، به جای اینکه یه ذره از کارم مرخصی گرفتم، فعلا روی این قضایه کار کردم. نه خب من منظورم اون نبودش، میگفتم چه کار جدیدی کردی تو 2020، میخواستم خودت بگی دیگه چه اتفاق بزن، چی کار کردی. شما زمانی که برنامه تپه شما داشتیم ضبط میکردیم، برنامه نوروزیمون رو نتونستی بیای. چرا؟ چون داشتی خونه تکونی میکردی، داشتی خونه عوض میکردی. راست میگی، وا چقدر سریع آدم میره. اصلا دیگه اون یه چیزی مثل یه خاطره که الان توی قبلم. آره امسال خیلی از اون نظر من فراز و نشیبای زیادی داشتم، اونجور که خودتونم میدونید، بلکه با شما صحبت میکردم و در تماس بودیم اون مدت. خیلی سخت بود به خاطر که این رفتن اومدن از خونه قدیمون به خونه جدیمون یه ذره درست خورد به همه قضایای کووید 19 و دیگه خودت خبر داری که چه قضایای شده، یه همه چی دیگه طول کشید بیشتر از اون چیزی که میباید. یه مدت خیلی زیادی ما یه توی خونه مجبور شدیم بمونیم به خاطر که نمیتونستیم بیام خونه جدیمون. خلاصه آره بعد که اومدیم اینجا دیگه یه مقدار درست کردن خونه و این منور، ولی خدا رو شکر همه اونا رو پشت سر گذاشتیم، الان همه چی راحت و آرومه. سپی این تابلوی که به دیواره تویی یعنی؟ نه بابا اینو همینطوری زدیم به دیوار. کاش آره کاش من بودم به این خوبی. خب همسر تو آمریکایی هستش، خب برای همین کریسمس شاید تو خونه شما یک حالا هوای دیگه ای داره، آیا فرق میکنه با خونه های بقیه ایرانی ها، یا اینکه مثلا کریسمس چی کار کردی؟ یه توضیح با من از کریسمس بده. خب فکر میکنم هر خونه و خانواده واسه خودش یه سری سنت های خاص خودش رو داره، مثل ما که واسه نوروز هر کی واسه خودش یه کار خاصی انجام میده، ما هم همینطور. خب منم سنت هایی که واسه کریسمس داریم بیشترش رو از همسرم پیروی میکنیم و کارهایی که این میکرده از بچگیش تا به امروز. آره یه کار خاصی داریم، خیلی شب قبل از کریسمس یعنی کریسمس ایو یه کار خاصی میکنیم، باید حتما از این شیرینی و بیسکویت درست کنیم که دوست داریم، یعنی خودش بیشتر دوست داره. فیلم های خاص نگاه میکنیم اون شب، یه سری از چیزایی که از بچگی نگاه میکرده نگاه میکنیم و یه سری از این تزیناتی که به درخت میزنیم و که مال بچگیشه در است اونا رو آویزون میکنیم در شب قبل از کریسمس، و روز بعد کریسمس هم که دیگه فکر کنم همه همون کارا رو میکنن دیگه، بلند میشی و صبحونه میخوری و میکنم کادو باز میکنن و از این قضایه. خب اول از همه شام کریسمس چی خوردی؟ شام کریسمس گاهی اوقات
همون بوغلمه یا ترکی رو میخوریم دوباره مثل شب تنکسگیوینگ، ولی چون امسال خیلی کوچیک بود چون تو قرنطینه بودیم طبق معمول، دوباره این غذایی که پیش اومد و یه ذره باعث میشه که بیشتر قدر دقایق و لحظه هایی رو که توش زندگی میکنی رو بدونی. ما خیلی درگیر یا آینده ایم یا درگیر گذشته ایم، داریم افسوس گذشته رو میخوریم و فردا هم داریم هی استرسش رو میکنیم. خیلی کم پیش میاد که مجبور بشی توی لحظه زندگی کنی. مثلا میکنم این غذایا اگر یک حاله مثبت دوره این قضیه سیاه کووید 19 یا کرونا بوده، همین بوده واسه من. و فکر کنم برای خیلی این که باعث میشه یه ذره به مسائل حال بپردازی و قدر لحظات تو بدونی، برای اینکه هر لحظه میتونه ازت گرفته بشه همونجور که دیدیم شد. درسته. بریم حالا صبح کریسمس از خواب پشدی کادوها رو باز کردی، جالبترین کادویی که گرفتی چی بوده؟ جالبترین کادویی که گرفتم، من زیاد کادویی نیستم برای که خیلی چیزم، یعنی سلیقه‌ام خیلی عجیب غریبه، هرکی برام هرچی بخره باید برام پسش بدم دیگه، همه میدونن این قضیه رو. یه ذره مسئله فرمالیته میشه، یعنی فقط میخری باز میکنه که بگی یه چیزی من باز کردم برای روز کریسمس، ولی 90% چیزایی رو که میگیرم به هر حال پس میره. خلاصه دیگه چیز خاصی اونطوری که مثلا بگم او چه چیز خاصی نه. سلامتی فکر کنم از همه بهتره، همون سلامتی داشتن، برای که کادو مادو زیاد اهل این چیزا نیستم. من و تو توی اینستاگرام همدیگه رو فالو میکنیم، بعد تو امسال اولا من خونت رو ندیده، الان خونت رو بلد شدم، قشنگ میدونم خونه به چه صورتی، آشپزخونه‌اش کجاست، بعد سالن پذیرایی چطوری هستش و اینا. فعلا فقط اتاق خوابا رو ندیدیم چه شکلی. وایسا یه ذره مهلت بده، اونا رو میگیرم. اونا رو میگیری؟ آره. ولی دیدم کتاب معرفی کردی، آهنگ خوندی، دختر کره‌ایه غذا میخورد تو نگاش میکردی و اینا، همه اینها بود. واسه من یه خود توضیح بده در رابطه با این کارا که توی سوشال میدیا انجام میدی. راستش رو بخوای که من یه مدت خیلی زیادی بود که الان فعالیت زیاد نداشتم، اونجور که گفتم به یه جایی رسیده بودم که یه ذره همه چی تقریبا برام بیمعنی شده بود، نمیتونم بگم بیارزش ولی بیمعنی شده بود. یعنی حتی ذوق و انگیزه اینه که کاری بخوام انجام بدم نداشتم، همونجوری که چند بارم با هم صحبت کردیم توی قبل از این کووید مووی توی محافلی که با هم بودیم. بعد انگار که من باید روی اون قضایای درونی خودم خیلی بیشتر کار میکردم و این موقعیت خیلی خوب تقریبا برای من پیش اومد که تنها بودم، چون جایی نداشتیم بریم، کسی نبود که باش رفت آمد بودم، مجبور شدم زیاد به خودم بپردازم و برای من خوب بود این قضیه در اصل. بعد از اینکه این قضایا تموم شد، حدود مثلا دو ماه پیش انگار که یک تغییر خیلی خیلی خاص و بزرگی در من ایجاد شد به خاطر کلاس هایی که برمیدارم و این راهی رو که پیش از طی کردم در از تا به اون دو ماه پیش برسم. انگار که دوباره زندگی دوباره به من داده شد، یعنی انگیزم دوباره برگشت واسه این کار و چون انگیزم برگشته خب خیلی فعالتر شدم. من آدم خیلی پرایویت یا خصوصی هم، یعنی دوست ندارم زیاد مسائل خانوادگی و خونم و زندگی منو زیاد در ملأ عام بذارم. بنابراین قدیما قبل از که این اتفاقات پیش بیاد، خب اگه برنامه بود، کنسرتی بود، مصاحبه بود، همش بیرون بود، خیلی کم توی خونه خودم این کارا رو میکنم، ولی دیگه مجبور شدیم چون همش تو خونه ایم این کارا رو انجام بدم، واسه همین همه خونم الان دیگه قشنگ میشناسیم چی به چیه. یه دلیلی که این خونه رو زیاد میبینین مطمئنن اینه. دلیل بعدیش اینه که واسه معرفی کتاب و این چیزا، چیزای خنده‌دار و
نمیدونم یه ذره احساس بعد از این که دوباره شروع کردم این کار رو انجام دادن یا دوباره فعالیت کردم، احساس کردم که به جای اینکه مثلا هی عکس مدلینگ بذاریم و نمیدونم حالا من کنم عکس بگیرم و خب عکسم داریم زیادم از کلی هم دوستان دیدن از اون مطالب، دوست داشتم ذره از واقعیت زندگی خودم، شخصیت خودم با دوستان و طرفداران تقسیم کنم، در اصل شیر کنم. یه عکس هستم چیزایی که علاقه مندی های خودمه، مثل خوندن کتاب یا دیدن فیلم یا چیزای خنده دار نگاه کردن، یا خب این روزا که برنامه و کنسرت مونسترت که اصلا خبری نیست، بنابراین خودم واسه خودم اینجا کنسرت میذارم، نور میذارم، باد میذارم، از خودم ویدیو میگیرم و با بقیه تقسیم میکنم. احساس میکنم که دوست دارم که دوستان و طرفداران که اگر این همه سال با من هستن یه ذره منو بهتر بشناسن، چون متاسفانه و خوشبختانه وقتی که یه کار اینطوری کار هنری یا اینکه مثلا خوانندگی میکنی، خیلی تو رو از اون طریق میشناسن، یعنی فکر میکنن که تو تمام شخصیت تو، زندگی تو، بودای خودت فقط در کار هنری هست. یعنی من همیشه دارم میخونم و رو استیجم، در صورتی که من بودای مختلفی دارم و شاید خیلی باورشون نشه. مثلا من آشپزی دوست دارم آشپزی کنم، ممکنه خیلی تصور نکنن که من از سپیده که میاد برنامه اجرا میکنه و چه میدونم لباس چرمی پوشه در از آشپزی هم دوست داره، یا اینکه کتاب خیلی دوست دارم و میخونم و احساس میکنم خوبه که اگه چیزی رو خوندم و به خودم کمک کرده بر من خوب بوده، چرا نگم به بقیه هم استفاده ببرم. یه دلیلی که اینقدر عوض شده این قضايا پشت برنامهش این بوده، پشت پردهش این بوده. حالا دیگه نمیدونم، چیز دیگه میخوای، سوال دیگه داری که بخوام جواب بدم؟ امیدوارم که جواب بدم سوال. اول که گفتی آشپزی، ما یه برنامه آشپزی خیلی شیک و درست کردیم، حتما دوست دارم توش بیای که من آشپزی میکنم، یه بار اونجا نگاه کنم. آره نه، میتونی بیای اینجا با شفزی ما که میشناسیش، زاره عزیز، میتونی توی این برنامه با همدیگه یه کاری بکنین یا یه چیزی زیر نظر تو باشه. این اول از همه این دعوت بنده از شماست. مسئله دوم، بعضی از عکسات دیدم، یه عکس دیدم ترسیدم، چشات نمیدونم یه کاری کرده، بعد یه ماسک قرمز گذاشته بودی رو صورتت. این عکس رو دیدم توی اینستاگرام، گفتم وای سپی ببین، یعنی چشمات از اون نمیدونم چیکار کرده بودی با چشمات، از این اسنپ چت ها بودش، نمیدونم چی بود این فیلتر تیک تاک، فکر کنم فیلتر تیک تاک که بهش میگن آی کالر چینج، رنگ چشات رو هر دفعه میبندی باز میکنی رنگ چشات عوض میشه. کارتونه رو دیدم تنگلد بود اگه اشتباه نکنم، شبیه قیافه تنگلد بود یا این دختری که تو فروزن هستش، کدومه؟ آها اون که فیلترهای مختلفی استفاده شده تو این مدت، نمیدونم کدومه. اون یکی فکر کنم فیلتر اسنپ چته که شبیه پرنسس دیزنی میشینه. آره شبیه اون دختره است که تو تنگلده یا تو فروزنه، شبیه یکی از اون دوتا بود. آره دیگه، پرنسس های دیزنی همشون یه شکلن، مال فروزن، مال همه پرنسس های دیزنی شبیه اینطوری چشای گنده دارن. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. صدای خودت بود میخوندی؟ صدای خودم میخوندم. خیلی بانمک بود، خیلی واسم جالب بودش، خیلی جالب بودش. آخرین کتابی که خوندی چیه؟ یه کتاب دارم الان میخونمش، آخرین کتابی که تموم کردم was Biocentrism که 4-5 ماه پیش تمومش کردم. الان یه کتاب دیگه دارم میخونم که در اصل نمیتونم بگم کتابیه که از اول شروع میکنی تا آخر تموم کنی، یه ذره از اوناست که مثلا مال تاوزمه که فکر نمیدونم تاوزم به فارسی چی میشه. اوکی تاو تیچینگ، یه سپیرچوال مال
چینی هاست که مال 4-5 هزار سال پیشه و به زبان های مختلف ترجمه شده و تفسیر شده. من دکتر دایر تفسیرش رو دارم میخونم الان که از اوناست که مثلا یه قطعه است، مثلا شما این قطعه رو میخونیم بعد تفسیرش هست، بعد نتیجه گیریش از نظر عرفانی و سپیرچولی. یا مثلا حافظ چینی هاست، اول شعر رو میخونی بعد دوش تفسیرش رو میخونی چی هست؟ آره شعر نیست، بیشتر مثل قطعه های مثلا چه میدونم، مثلا یه تیکه نوشته شده است، زیزنم زیاد مثل چیه ذره گیج کننده است، اگر بخوای واقعا خودش رو بخونی ذره گیج کننده است، برای همین با تفسیرش واسه من حداقل خیلی بهتره، به خاطر اینکه به زبان امروزی یا به زبان حال ما یا منی که 4000 سال بعد دارم کتاب میخونم، 3000 سال بعد دارم میخونم، یه ذره قابل فهمتره. نمیتونم بگم شعر نیست، ولی میتونه قافیه بندی هم داره گاهی اوقات. نمیدونم چجوری توضیحش بدم، نمیدونم آشنایی دارین با؟ نه ولی برام عکسش رو بفرست نگاه میکنه. عکس داره کتابه؟ کتابه هست، میتونم الان تکست کنم بگم همسرم بیاره بذارم. نه میگم کتابه عکس داره، کتابه عکس داره. نه کتابه عکس نداره. میدونی ایرانی ها عکس خیلی دوست دارن تو کتاب ها داشته باشن. نه کتاب عکس نداره متاسفانه. آخه نه ولی آره حتما دوست دارم ببینم کتاب چی هستش که به هموطنان اونم معرفیش کنیم. سپی یه قضیه معرفی کتاب رو یه ذره مشکل پیدا کردم، به خاطر اینکه خب طبیعتا کتابایی که ما اینجا میخونیم همش به انگلیسی نوشته شده و خدای من نمیدونم کدوم کتاب ترجمه داره به ایران، به زبان فارسی تو ایران. دوستان خیلی کمک کردن، بچه‌هایی که مثلا من یه موقع چیزی پست کردم گذاشتم رو اینستاگرام و نمیدونستم که اصلا این چیز داره، ترجمه فارسی داره، بعضیا که میدونستن با بقیه شیر کردن، یه ذره این اطلاعات رد و بدل شد. ولی یه ذره مشکل اینه، به خاطر که من الان کتابایی که دوست دارم معرفی کنم متاسفانه نمیدونم که ترجمه فارسی داره یا نه. خیلی‌هاشون میدونم، خیلی‌هاشم نمیدونم. مثلا کتاب کیمیاگر رو میدونستم 100% ترجمه داره، برای که با فامیلام که مثلا صحبت می‌کنم گویا قادیران مثلا خونده بودن کتابو. یا یه کتاب دیگه دارم الان میخوام معرفی کنم، حالا پستشو میذارم، اینم مطمئنم برای که من توی ایران یادم خواهر برادرم این کتاب رو خوندن. سو یه ذره مشکل این معرفی کتاب این ترجمه فارسی شه متاسفانه. من پیشنهاد میکنم به چون تو هم زبان انگلیسیت خیلی خوبه هم فارسیت خوبه، اون کتابایی که نیستش رو ترجمه کنی برای مردم. بابا من بلد نیستم این کار رو بکنم اصلا، اون یه حرفه خاصه اصلا. همینجوری که دیدی خودتون یه چیز ترجمه شده میبینی میگه چه ترجمه مزخرفیه، مثلا ببخشید ترجمه کردن کتاب بیشتر از دونستن زبانیه که داری ترجمه میکنی، باید بلد باشی چجوری ترجمه کنی. من یادم اون موقع که بچه بودم تو ایران، مثلا خیلی کوچیک بودم، چون من خواهر برادرم همه اهل کتاب بودن، مثلا کتاب خوندن از اونها یاد گرفتم. یادم مثلا اون موقع بزرگترها یه ذره حرف می‌زدن راجع به مترجمای خاصی حرف می‌زدن که مثلا خیلی پرستیج داشتن و ترجمه‌های فانتاستیک، مثل دکتر پزشکزاد فکر کنم اگه اشتباه نکنم، محمد قاضی، اینا کسایی بودن که ترجمه‌های فوق‌العاده‌ای داشتن. بنابراین ترجمه کار هر کسی نیست. کاش می‌شد که ترجمه کنم، اگه دوست داشتم این کارو بکنم، ولی متأسفانه من آگاهیشو ندارم. بسیار عالی. یعنی کارت که خوندن هستش رو خوب بلد هستی و میخوام که حتما این رو از همه بچه هایی که توی برنامه هستن این رو قولش رو گرفتم که یه کار خوب و استثنایی روی صحنه با برخورداری از پروتکل هایی که نیاز هستش برای کووید با تو انجام بدیم و برای طرفدارانت به نمایش بذاری. کی؟ یاد دیگه هر وقت شد دیگه، به زودی ان شاء الله. آره اینکه یه ذره این قضایا یه ذره بخوابه بهتر بشه به امید خدا، که الان وضع خرابه. الان خدای ما الان کی از موقع که این قرنطینه دوباره اعلام شد ما همش تو خونه ایم، مگه مجبور بشیم مثلا حتی خرید بیرون هم میریم خیلی کم کردیم. یه سال نگرفتیم شانس آوردیم، میخوام یه ذره وایستم تا
واکسنه بیاد حداقل. به امید خدا انشالله تا عید خودمون بیاد. انشالله منم امیدوار هستم. اگه بخوای یک لغت تو این دوران یاد گرفتی و مردم بگی چی میتونه باشه؟ صبر. بسیار عالی، بسیار عالی. خوشحالم از این که این صبر رو داری و تونستی زندگیت رو ادامه بدی و برای خودت این سرگرمی ها رو درست کردی که هم ماها ببینیم گاهی وقتا بگیم یه سپیده چیکار کرده، کارتونی شده، حالا این مثلا داره میرخصه یا داره میخونه، به قول خودت باد بزن گذاشتی جلوی خودت، پنکه گذاشتی، همه اینها ولی جذاب و جالبه. برای منم جالبه، مطمئنن برای مردم هم همین هستش که اقلا اون یکی دو دقیقه رو از مشکلات دیگه که تو ذهنمون هستش رو به باد میدیم و تو رو نگاه میکنیم. امیدوارم همینطوری هم باشه علی جون، بخاطر که منم قصدم خدای فقط همینه دیگه، وگرنه ما چه کار خاصی داریم انجام میدیم؟ یا یه چیزایی رو که تجربه های خوبیه واسه خودمون فکر میکنیم قسمت میکنیم، یا اینکه انترتین دیگه یه کاری بکنیم، یه لبخندی، یک انرژی مثبتی تو زندگی بقیه بیاریم، شاید اینجوری زندگیمون بگذره، این اوقات تلخ تو خونه بودنمون بگذره. بهترین فیلمی که دیدی تو سال گذشته؟ تو سال گذشته منظور 2020 رو نمیگی؟ 2020. 2020 بهترین فیلمی که دیدم در 2020 فکر کنم همین دیش پری شبم دیدمش اتفاقا. یک فیلم جدیدیه که انیمیشن یا مثالت کارتونی تقریبا ساخته دیزنی و پیکسار به نام سول. سول. آها. با جیمی فاکس. جان؟ با جیمی فاکس. جیمی فاکس بازی کرده. آره صدای اونه. آره. برای من خیلی جالبه که میبینم کمپانی‌هایی که برای بچه‌ها معمولاً فیلم سازی و پروداکشن دارن و تهیه میکنن مطالب انترتینمنت مختلفو، که اینقدر باز دارن به بچه‌ها یاد میدن که ما وجودمون از چی ساخته شده. و نمیخوام بگم اگه کسی ندنه، نمیخوام چیزی بگم که یه موقع خدای نکرده فیلم رو براشون خراب کنه، ولی حتما توصیه میکنم اگه ندیدن یا پیشنهاد میکنم حتما ببینیم، به خاطر اینکه خیلی خیلی خاص بود و خیلی به دل من نشست، مخصوصا تو این شرایطی که من هستم و به خاطر اینکه زیاد تو این قضايا هستم و فکر میکنم و میخونم راجبش، خیلی جالب بود برام. فکر کنم یکی از بهترین فیلم های 2020. آره دیگه 2020. 2020. ممنونم ازت، امیدوارم که سال بسیار خوبی داشته باشی و سلام من رو هم به دیل هم برسون. مرسی. مرسی از شما، مرسی از بیننده هاتون. سال نو میلادی رو هم تبریک میگم به همه عزیزان، انشالله که همیشه براتون نور و خوشبختی و تندرستی باشه. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش